بزرگواری بوده است که از علمای ما، از علمای دیرین ما، که 8 سال هم خدمت مرحوم آقای شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی ریاضت کشیده بوده است. گفت که مرحوم آیت الله بروجردی از ایشون سوال کردند که چرا منبر شما همچین خاصیتی دارد که من بروجردی هم به عنوان مرجع تقلید و فقیه و زعیم در پای سخن شما می نشینم، بهرمند می شم، توده مردم هم بهرمند می شن، دانشگاهیان هم بهرمند می شن. خب ایشون گفتن که لطف خداست، و آقای بروجردی اصرار کردن که این حتما سری داره و باید سرش رو به من بگید. ایشون گفتن واقعیت مطلب این است که من به سامرا مشرف شدم و می دانستم همه اسرار اینجاست. شب جمعه ای بود، خدمه حرم سنی بودن قبل از همین انفجارات، همین خادمان سنی بودن، پول سنگین به اونها دادم، گفتم شما که در رو میبندید در رو به روی من ببندید، من شکی کاری به کسی ندارم، بگذارید شب جمعه من داخل حرم باشم. پذیرفتند و من آمدم چه کردم. سحر بود و بالا سر حضرت حضرات عسکریه روی فرش نشست. در عرب دو رسم هست. یک رسم در عرب این است که اگر شما سر سفره کسی نشستید در عرب که میهمان او بودید و گفت بفرمایید بسم الله، نوش جان بفرمایید، و شما گفتید من نمیخورم، بگید چرا نمیخورید؟ بگید تا حاجتم رو ندی نمیخوره. این اهانت به اوست و حاجت شما هر چی باشه میده، چون اگر نخورید به خودش اهانت میدونه. رسم دوم عرب اینه که اگر کسی بره به منزل پدر یک کسی و روی فرش خانه پدر او بنشینه، بهش بگه به احترام این که من روی فرش خانه پدرتو نشستم، به حرمت پدرت حاجتم رو روا کن، عرب میگه اگر حاجتش رو بتونم بدم ندم، بی حرمتی به پدرم کرده، بی احترامی به پدرم کرده، چون روی فرش خانه پدر من ملتجی شد و پناه برد و آمد نشست. بعد این بزرگوار فرمودن که درها بسته، نیمه شب، سامرا، شب جمعه، رفتم روی فرش حرم حضرت عسکریه نشستم، گفتم یا بقیت الله، اینجا خانه خانه پدر و مادر شماست، من رو فرش خانه پدرت نشستم، حاجت رو به من ندید، بی حرمتی نستجیر بالله به پدرتون و به امام عسکری و به امام حادیث، حاجتم هم اینه، ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، من حاجتم اینه، میخوام شما رو ببینم. هنوز 1 ساعت مانده بود به اذان صبح، دیدم خورشید طلوع کرد، آقا امام از در روبروی قبله وارد شدن. به چه جلالتی ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو، من مبهوت. به قدری جلالت اون حضرت من رو گرفت که از جام نتونستم بلند شم، حتی نتونستم سلام کنم. آمدن بالا سرم ایستادن، لبخندی زدن، سلام کردن، به لرزه جواب سلام رو دادم. فرمودن چی میخوای؟ به حرمت فرش خانه پدرم هر چه بخواهی به تو میدهم میشه. من گریه کردم، گفتم آقا من فقط سلامتی شما رو از خودم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل بروم، چون که تو آیی من دیگه چیزی نمیخوام از خودم. سلامتی شما. تکرار کردن، فرمودن نه بخواه، من دارم بهت میگم هر چه بخوای به حرمت زیارت جدم و مادرم و پدرم بهت میدهم. گفتم فقط سلامتی شما. مرتبه سوم فرمودن بخواه، من بهت میگم. گفتم فقط سلامتی شما. فرمودن گدایی از کریم رو بلد نیستی، تو از من نخواستی، اما من خودم به تو علم میدهم، به تو علم میدهم. گدایی در این خانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. آیون ما تقصیر کردیم، ما به مردم نگفتیم هرچه میخواهی برید روی فرش خانه امام عسکری، توی حرم عسکریه برید بچسبید به ذریع مادرش، اینا خیلی به مادرشون حساسن، باید بریم بچسبیم به ذریع ملیکه عالم حضرت نرجس خاتون، بگیم آقا به حق مادرت فاطمه زهرا، به حق مادرت ملیکه خاتون، کار ما رو راه بینداز. والله بالله تالله حدود
15 سال پیش دختری داشتیم که الان بچه داره و رفته سر زندگی و چند تا بچه داره. این 8 سالش بود. یک روز بلند شد شروع کرد به گریه کردن. گفت بابا من الان خواب دیدم امام زمان. بعد صحبت کردم باهاش. دختر ساده پاک بچه 8 سال. گفتم چی گفتم؟ گفت به من گفتن که این شعری که میخونی که گل نرگس هر کجا هستی التماس دعا یاد ما هم باش، وقتی این شعری تو خونه داری راه میری میخونی من خوشم میاد از این شعر. گفت بابا بهشون گفتم که آقا شما شبای جمعه کجا میرید؟ گفتن میرم سر قبر مادرم. من گفتم مادرتون نجس خاتون؟ گفتن نه سر قبر مادرم زن. چه از کنم که به چه حالی امام از بر سر قبر مادرش می نشیند و لعیل امور تدفن سر را وزعت المصطفی. نمی دانم با قبر مادرش چه خواهد گفت، ولی یادی بکنیم از مرحوم کافی صبر کن یا فاطمه. ای بانوی پهلو شکسته مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد، دارو و درمان خواهد آمد.